وصل گل و گشته جانم گشته خدا گشته چمن شد دربار بهاری تویی از زاغ و جانم زاغ و خدا زاغ و زغن شد از ابر کرم خطه یه ری بشک خوتن شد دلتنگ و چومن مرغه جانم مرغه قفص بر وطن شد چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین از خون جوانان وطن لاله جانم لاله خدا لاله دمیده از ماتم سر به قدشان سر و جانم سر و خدا سر و خمیده در سایه گل بلبل از این غصه خزیده گل نیز و چمن در غمشان جامه خدا جامه دریده چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ سر کین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ نه دین داری نه آیین داری نه آیین داری ای چرخ و با درود به دوستان عزیز و هنر دوستان و هنرمندان عزیزی که از این برنامه استفاده میکنن و با سعادت این رو داریم که باهاشون در ارتباط هستیم از طریق این مجموعه آموزشی. در این برنامه قرار هستش که آواز و تصنیف خوانی رو در حد مجال و فرصتی که داریم بهش بپردازیم. من لازم میدونم قبل از اون مقدماتی رو بگم که دوستانی که احیانا آشنایی خیلی کمتری دارن
یا فرصت نبوده که مطالعه بکنن، یه زمینه ذهنی کافی نسبت به موضوع داشته باشن. همونطور که میدونیم همیشه صدای خوش در تمام فرهنگ ها و در تمام تاریخ تمام تمدن های مختلف دنیا یک جذابیت ویژه‌ای داشته، اما حالا بالاخره هر قومی و هر ملتی صدای خوش رو با توجه به ذائقه خودش تعریف میکرده، ولی در نهایت حنجره انسان یک جذابیت ویژه‌ای داشته و به عنوان سازی که خداوند متعال آفریدن و ساز بسیار کامل و جذابی هم هست، یک لطف و جذابیت خاصی برای خودش داشته و موسیقی آوازی رو ما مخصوصا در کشور خودمون در طول تاریخ شاهد بودیم که رشد شایان توجهی داشته است. اما اون چه که در کشور ما شاید بیش از همه باعث رشد این بود از موسیقی شده، شاید اهمیت عنصر کلام و شعر باشه، چون سرزمین ایران رو در دنیا به عنوان سرزمین شعر و ادبیات هم میشناسند و مخصوصا خب دیگه خود ما وقتی که بی نگاه گذرا به تاریخمون بکنیم ببینیم که چقدر شاعرهای برجسته‌ای داریم، چقدر ادیبان بزرگی داریم که باعث شدن که هم زبانمون حفظ بشه، هم فرهنگ ملیمون حفظ بشه و همین که بتونیم رشد بکنیم در این هنر. اما موسیقی و شعر به هم پیوند خوردن و گونه‌ای و فرمی از اثر هنری رو به وجود آوردن که در دو قالب مورد بررسی قرار میگیره، که یک بعدش رو ما بهش میگیم آواز اصطلاحاً و یک بعدش رو بهش تصنیف میگیم، که معمولاً کسانی که این دو تا وادی رو علاقه دارن و تمرین میکنن، کار میکنن، خیلی وقتها تعریف درست یا واضحی از این موضوع به اون شکلی که باید ندارن، که من این رو برای شما در یک نگاه کلی تعریف میکنم و البته خیلی مفصل خواهد بود، اما من تلاشم رو میکنم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با توجه به فرصتی که داریم ذهن دوستان عزیز نسبت به این موضوع باز بشه. البته پیش از اون لازم شاید باشه که ما شناخت کاملی هم نسبت به موسیقی کشور خودمون، موسیقی اصیل کشور خودمون داشته باشیم. اما قبل از اینکه وارد مباحث تئوری بشم، من به طور کلی خدمتتون عرض می‌کنم در 200 سالی اخیر، یعنی از دوره قاجار به این طرف تا امروز که ما در خدمت شما هستیم، موسیقی کشور ما تحولات مختلفی رو از سر گذرونده و رشد خاصی رو هم در دوره قاجار داشته، که این رشد خاص رو از منظر تاریخی خودش میتونیم بررسی بکنیم، که لازم هست اینجا بگیم، البته به طور مفصل جاش در این مقال نیست، من خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم. پیش از اسلام رو هم که دوستان تاریخش رو بخونن میبینن که ما موسیقیمون مخصوصا در دوره ساسانی به یک اوج و اقتدار و عظمت خاصی رسیده و آنچه که امروز ما به عنوان موسیقی اصیل ایرانی یا موسیقی دستگاهی ایرانی داریم بازمانده همون ادوار پیشین هست و نسل به نسل، سینه به سینه، به صورت شفاهی و گاهی وقتا هم به صورت نوشتاری، حالا نوت نویسی هایی که در ادوار قبل بوده و مخصوصا بعد از اسلام توسط بزرگانی که در قرون 8 هجری مثل عبدالقادر مراغه‌ای بودن یا قبلتر و بعدترش که انشاءالله دوستان مطالعه می‌فرمایند در کتاب‌های تاریخ موسیقی، نوت نویسی با حروف ابجد و اشکال دیگری داشتیم که باعث شده این نغمات موسیقی حفظ بشه و تا به امروز به دست ما برسه. اما در این گذر تاریخی که ما باید حتما یه آشنایی کلی باهاش داشته باشیم، در بعضی از دوره‌ها محدودیت‌های خیلی خاصی برای موسیقی اعمال شده که گاهی وقتا این محدودیت‌ها بسیار شدید بوده و حتی منجر به برخوردهای خیلی جدی و خیلی دردناک با هنرمندان موسیقی می شده و این باعث شده که یه مقداری اون سیر مدون و منظم پیشرفت موسیقی اونطوری که باید حفظ نشه. مثلا در بعضی از دوره های دوره صفوی هنرمندان موسیقی اعدام می شدن، کشته می شدن، در بعضی از دوره ها اصلا مجبور بودن خودشون خیلی پنهان بکنن، ولی در هر حال به هر شکلی که بوده موسیقی ما چه در کوچه و بازار بین مردم، چه در دربار شاهان، چه در فرم‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مثل هنرمندانی مثل فارابی، مثل عبدالقادر مراغه‌ای که اسم بردم، صفی‌الدین ارموی، که اینا هر کدوم مال یک دوره خاصی هستن و کتاب‌هایی مثل حالا موسیقی کبیری که فارابی نوشته یا مقاصد الالحان که عبدالقادر مراغه‌ای نوشته در قرن 8 که همون دوره حافظ خودمون هم میشه، همه به قول معروف جمعاً باعث شدن که ما موسیقیمون
به این صورتی که ما الان داریمش حداقل باقی بمونه و از بین نره. اما چیزی که خیلی قابل توجه هستش که ما رو با انگیزه بود که من این صحبت ها رو بکنم اینه که واقعا اگر ما بخوایم آواز بخونیم باید این اهمیت این موضوع رو بدونیم و بشناسیم که چیزهایی که ما میخونیم به عنوان آواز و تحریر میزنیم، مثلا میگیم گوشه درآمد، گوشه عشاق، گوشه فرض کنید کرشمه یا سلمک یا هر چیز دیگه ای، اینا همه نغماتی هستن که واقعا در یک گذر تاریخی به دست ما رسیدن و همینطوری نبوده که حالا ما بگیم خب حالا این نغمه رو بخونیم حالا یه چیزی هم شبیه اون پیدا بکنیم یه گوشه دیگه. نه، این شکلی نیست. اینا شاید خیلی مینیاتوری و خیلی ظریف باشن ولی همه بوی تاریخ کهن موسیقی سرزمین ما رو دارن و در تمام ادوار هم باز به خاطر اهمیت شعر در فرهنگ ایرانی ما مسئله آواز رو یک جور دیگه‌ای بهش نگاه میکردیم. شاید این هم بی تأثیر نبوده که خب معمولا قبح موسیقی در ذهن اونهایی که موسیقی رو مکروه و حرام میدونستن و بعدن خوشبختانه این حل شد تا حدود زیادی در ذهن مردم، باعث شد که ما بتونیم نمونه هایی را از موسیقی آوازی رو بیشتر داشته باشیم. چرا؟ چون ساز یه مقداری بد بوده و ساز رو یه مقداری بهش نگاه بد داشتن و سازهایی که کوچکتر بودن مثل ستار یا سازهایی که در محافل عرفانی و درویشی استفاده می شدن مثل تنبور، اینا خب بالاخره باز بیشتر رشد کردن. در بعضی از ادوار همطور که گفتم موسیقی صوفیانه رشد میکنه، بعضی از دوره ها موسیقی مذهبی مثل دوره صفویه که ما خوانندگانمون خیلی به طرف تعزیه میرن، به طرف مذهبی خانی میرن و همه اینا در گذر تاریخی خودش باعث میشه که موسیقی حفظ بشه تا میرسیم به دوره قاجار. اما اون چیزی که قبل از دوره قاجار باید بگم و بعد دوره قاجار رو شروع کنم اینه که ما تا قبل از اون موسیقیمون رو با واژه‌ای به نام مقام توصیف میکردیم. یعنی مثلا دستگاه های موسیقی که ما امروز میگیم دستگاه قبلا به نام مقام میشناختن که این از نظر تئوری باید حالا باز بشه، ولی براتون به این شکل میگم که در حد یک شناخت تاریخی بدونین که قبل از اون ما مقام های موسیقی رو داشتیم در ایران که ایران هم میدونید مرزهاش گسترده تر از الان بوده، ولی در دوره قاجار در یک مقطعی که هنوز مبهمه و کسی نمیدونه کی این اتفاق افتاده، ما کلمه دستگاه واژه دستگاه رو به جای مقام به کار میبریم و به مثلا شور دیگه نمیگیم مقام شور، میگیم دستگاه شور. و این اولین کتابی که واژه دستگاه درش دیده شده کتاب بهور الالهان نوشته فرصت شیرازی هستش در دوره قاجار. و از دوره قاجار به بعد به خاطر اینکه قائم مقام فرهانی و بعد امیر کبیر هنرمندانی رو از شهر خودشون از منطقه فرهان میارن به دربار و آقا علی اکبر فراهانی، میرزا عبدالله فرزندش، آقا حسین قلی هم فرزند دیگرش، اینا نسل به نسل شروع میکنن به فعالیت موسیقی در دربار شاهان قاجار و باعث حفظ و احیای موسیقی به صورت رسمی میشن. نه اینکه موسیقی حالا از بین رفته باشه، ولی از این فرصت حضور در دربار استفاده میکنن برای اینکه دستگاه‌های موسیقی ایرانی رو حفظ بکنن. البته من اینجا فقط یک اشاره خیلی تاریخی داشتم به این موضوع. در همین محدوده هم باز هم اهمیت آواز مثل سابق خیلی بیشتره. در دربار ناصرالدین شاه حتی ما در تاریخ موسیقی داریم که همسران ناصرالدین شاه بعضی هاشون تصنیف ساز بودن، خواننده بودن، دخترانش همینطور و خب خیلی از مردم گفتم خیلی علاقه نشون میدادن با وجود اینکه در میان مردم اون ذهنیت بد نسبت به موسیقی وجود داشت. خیلی از اقلیت‌های مذهبی هم در ترویج موسیقی تلاش می‌کردن. در نهایت موسیقی آوازی ایران باز به مراتب بیشتر از موسیقی سازی رشد کرد و اهمیت شعر هم خیلی بیشتر بود. آواز گونه‌ای از موسیقی آوازی است که ریتم منظم و مدونی نداره که اینو من در بخش بعد براتون تعریف میکنم و توضیح میدم، همینجا اشاره میکنم و مطلب رو به پایان میرسونم. تا دوره قاجار خواستم فقط یک شناخت کلی داشته باشیم نسبت به اهمیت شعر و آواز در موسیقی کشورمون و یک دریچه‌ای رو باز بکنیم به تاریخ موسیقیمون. آواز گونه‌ای از موسیقی است که ریتم منظم و قابل شمارش نداره. به اصطلاح در اصطلاح علمی موسیقی بهش میگن متر آزاد، یعنی ریتمش اینجوری نیست که ما بگیم یک
دو سه چهار، یعنی میزان بندی نداره. اگر دوستان با تئوری موسیقی آشنایی دارن خیلی راحت درک میکنن، ولی من برای دوستان دیگه میگم که میزان یعنی در واقع جمله های موسیقی مساوی در موسیقی از نظر زمان، یعنی که شما یه محدوده مشخص میکنید، در این محدوده مشخص مجازی که 4 تا نوت سیاه بیشتر نریزید مثلا، و معادل اون، یا اینکه مثلا فرض بفرمایید 8 تا چنگ میشه، 8 تا چنگ معادل 4 تا سیاهه. وقتی میگیم 1 2 3 4، تناوب بعدی هم همینه. این رو بهش میگن میزان بندی شده، یعنی ریتم منظمی داره که تصنیف این شکلیست و یک فرم موسیقی آوازی ریتمیکه. ولی آواز موسیقی آوازی بدون وزن، ولی این نباید این تصور رو در ذهن بیننده به وجود بشنونده به وجود بیاره که نظمی در درونش وجود نداره. نه، اینطوری نیست. یک نظم خاصی در درونش وجود داره که به این حالت میگن ریتم آزاد اصطلاحاً، که من این رو در بخش بعد خدمتتون میگم. اما در حال یک مطلبی رو هم در مورد تاریخ موسیقی خدمتتون بگم که در قرن 8 اصطلاحی رو ما داشتیم به نام حافظ. حافظ به کسانی میگفتن که هم خواننده بودن، هم خوش صدا و هم خواننده و خوش صدا بودن، هم ساز می‌زدن، هم شعر می‌گفتن و هم آهنگ می‌ساختن. و جمع شدن این 4 مورد در یک نفر خیلی اهمیت داشته. و همینطور که می‌دونی در موسیقی محلیمون هم ما مثلا در آذربایجان عاشق داریم. عاشق یعنی کسی که میزنه میخونه، شعر هم گاهی وقتا خودش میگه، داستانهای قدیمی رو روایت میکنه در موسیقی آذربایجان. در خراسان ما بخشی داریم. بخشی یعنی کسی که میزنه میخونه، همون تعریف رو داره. یعنی خوانندگی و نوازندگی به صورت توأم در موسیقی محلی ما و حتی در موسیقی ملی ما در قدیم اهمیت ویژه‌ای داشته، مخصوصا خوانندگی که حتی در مذهب ما در اسلام هم خیلی ستایش شده و حتی میگن که زینت قرآن صدای نیکوست و خیلی تشویق میکنن به اینکه قرآن رو با صدای خوش و نیکو بخونین. و صدای خوش خیلی ستایش شده در همه ایدئولوژی های مختلفی که حالا بالاخره در دنیا وجود دارن، و این باعث میشه که خب ما به این موضوع خیلی جدیتر امروز بپردازیم. و امیدوارم که بتونیم دریچه خوبی رو برای شما عزیزان باز بکنیم.